دوستان عزیز، در داخل ایران یکی از صاحب نظران در مورد رویداد 21 آذر پروفسور حمید احمدی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران هستند. با آقای احمدی سلام میکنیم. درود بر شما آقای احمدی در تهران. سلام بر شما و سلام بر خوانندگان عزیز. آقای احمدی، در ابتدا مایلم نظر شما را بشنوم در مورد که چرا در جمهوری اسلامی واقعی مهمی چون 21 آذر کم اهمیت و اصولا فاقد اهمیت شناخته میشه و در کتب درسی دانش آموزان و دانشجویان به اون توجه بسیار کمی مبذول میشه. ببینین، خیلی از مسائل و وقایع رویدادهای ملی هست که تقریبا تو کتابهای درسی نادیده گرفته شده. البته مسئله آذربایجان رو همینجور که شما متن رو که خوندین اشاره شده، ولی خب به اندازه کافی نیست. بله. شاید دیدگاه در واقع کسانی که این کتب درسی رو تدوین میکنن یا به هر حال دیگران اینه که چون این واقعه در گذشته رخ داده و دولت سابق به نوعی میخواسته شاید بهره برداری کنه، پس بنابراین نباید خیلی بهش توجه کرد. ولی غافل از این هستن که یک رویداد ملی و میهنی هست و باید در واقع این رو منعکس کرد تا نسل جوان و در واقع دانش آموزان و دانشجویان ایران از وقایع بیشتر در واقع آگاه بشن و اینی که درس عبرت بگیرن از گذشته و همچنین برای آینده خودشون. ممکنه گاهی اوقات ناآگاهی هم باشه از این قضیه. و یک نکته دیگه هم ممکنه باشه و این که بهش توجه نمیشه، این ممکنه باشه، البته اینایی که من میگم همه احتمالاته، چون دقیقاً مطلع نیستیم چرا کم پرداخته میشه. ولی این مسئله هست که میدونیم در دوره قبل یک گفتمانی در ایران جای گرفت بود که عمدتاً نیروهای چپگرا اینو جا انداخته بودن و اون در واقع یک نوع معرفی این بحران آذربایجان و قضایای تجزیه آذربایجان به عنوان یک جنبش رهایی بخش و مسائل نظیر این و اینکه دولت به حال سرکوب کرد، یک گفتمانی به حال درست کردن که ذهن خیلی ها رو مخدوش کرده و منحرف کرده از وقایع. ممکنه تجربه کنندگان کتب درسی شاید بخوان که خیلی به این مسئله نپردازن تا حساسیت ها رو برنانگیزه، با توجه به اینکه اون گروه های سیاسی طرفدار فرقه بعد از انقلاب تا حدی به حال فعال بودن و تحت فشار قرار میدن. من این نکته فقط در این رابطه به خدمت شما بگم، مثلا شما مطلع هستین از اون شعر معروف مهدی حمیدی شیرازی بر امواج سند که شعر بسیار میهن پرستانه هست. این شعر در کتابای دبیرستان چاپ شد و هنوزم فکر کنم باشه. و این گروه های طرفدار فرقه دموکرات آذربایجان، جالبه که تحت فشار قرارداد آموزش پرورش رو که تو این شعر، چون یک جامعه حمیدی از قول جلال الدین خوارزمشاه میگه که به هر حال این کشور ما از ستمهای زیادی دیده، از مهاجمان و اسم میبره ترک و تاجیک و تازیک که منظور عرب ها هستن، و اینا فشار شدیدی آوردن که این شعر کلن از کتابای درسی حذف کنن، چون ضد ترک هست. ممکنه که این ملاحظاتی هم باشه که اینا نخوان در واقع خیلی به این مسئله بپردازن که حساسیت یک عده خیلی خاصی رو در اقلیت هستن برانگیزن. خب در واقع اشتباه میکنن، این مسئله بسیار میهنی و بسیار مهم هست که باید بهش پرداخته بشه و روشنگری بشه، بخصوص با توجه به این که خود شما نهای فرهودی اشاره کردن اسناد جدیدی که در آمده و کتابهایی که منتشر شده در تقریبا 10-12 سال اخیر بسیاری از وقایع رو در واقع روشن کرده. بله. بسیاری از نقاط مبهم رو توضیح داده و این لازمه که پرداخته بشه. متاسفانه مثلا همین اسنادی که از آرشیوهای شوروی در آمده، خب رسانه‌های رسمی ایران خیلی بهش نپرداختن، در حالی که این سندی که از آرشیوهای محرمانه در آمد و در آمریکا چاپ شد تو اون International History of Cold War Project در واقع میشه گفت بزرگترین افشاگری تاریخی قرن 20 ایران بود. یعنی سندهایی در آمد که نشون میده به طور واقعی طرح تجزیه ایران نه تنها آذربایجان و کردستان، بلکه تو اسناد و سند شماره 3 به گیلان، مازندران، خراسان و گرگان هم اشاره میکنن، در مورد اونجا هم برنامه داشتن. خب این مسائل حیاتی ملی رو باید در واقع بهش پرداخته بشه. متاسفانه بالا به دلیل قفلت هایی بهش
توجه عمده نمیشه. بله. اگر که خب آقای احمدی اجازه بدید من یکی دو مورد از همین نکات مهم رو با شما در میون بذارم. یکی از چهره های اصلی در ماجرای آذربایجان میدونیم میر جعفر پیشه‌وری بود که رهبر جمهوری خودمختار آذربایجان شده بود. پیشه‌وری در روز 19 شهریور 1324 اگر اشتباه نکنم کوتاه زمانی قبل از اعلام تشکیل جمهوری سخنرانی کرده بود در سالن تئاتر شیر و خورشید تبریز که متن اون در روزنامه آذربایجان چاپ شده بود. در بخشی از اون آقای پیشه‌وری گفته که من به صراحت میگویم حرف ما و خواسته های ما در خارج از این نقشه نیست، منظورشون نقشه ایرانه، بحث ما در درون مرزهای ایران است. اگر همه بار دیگر به این نقطه توجه داشته باشند بحث و تفاهم آسان خواهد شد. خب آقای احمدی با توجه به پژوهش‌هایی که شما انجام دادید، اسنادی که منتشر شده بهش اشاره کردید، مقاله‌ای هم داشتیم تحت عنوان در آذربایجان چه گذشت که در اطلاعات ماهنامه سیاسی اجتماعی اقتصادی اطلاعات چاپ شده بود، آیا پیشه‌وری به راستی خواستار وحدت و یکپارچگی ایران بوده یا اونطور که حکومت شاه او رو معرفی می‌کرده صرفا یک تجزیه طلب سرسپرده شوروی بود؟ ببینید در مورد پیشه‌وری دو تا نکته اساسی رو باید توجه کرد، یکی پیشه‌وری قبل از این قضایا و یکی پیشه‌وری بعد از این ماجرا. در مورد پیشه‌وری قبل از این قضایا باید توجه کرد که واقعا قبل از این که شوروی ها از او دعوت کنن، پیشنهاد کنن بیاد رهبری جنبش تجزیه طلبانه رو بپذیره، هیچ گرایش قومی و ضد ایرانی تجزیه طلبانه نداشت. نه. حتی میدونی شوروی ببخشیم آقای پیشه‌وری از دوران کودکی در باکو خانوادهش مهاجرت کردن اونجا کار میکرد، اسنادی در دست هست که ایشون نشریه منچم کرد اونجا علیه کسانی که علیه ایران آذربایجان ایران تحریک کار میکردن، اسم این نشریه بود به آذربایجان جز لاینفک ایران و دفاعهای جانانه از ایران، ایران باستان، زبان فارسی و بسیار از مسائل ملی ایران میکنه. بله. ایشون بعدن عضو حزب کمونیست میشه، میاد ایران، دستگیر میشه، 10 سال زندانه. بعد از اینم که در میاد، یعنی در بعد از شهریور 1320 تا فاصله این سال 24، یعنی 4 سال ایشون تو روزنامه آژیر در تهران بود. این روزنامه آژیر رو محققان در تهران بررسی کرده، حتی یک کلمه آقای پیشه‌وری چیزی در مورد مسئله ترک و فارس و مسئله آذربایجان و ستم ملی و مسائل قومی و تجزیه طلبی نگفته. و جالب اینه که آقای پیشه‌وری در سال اوایل دوره کودتای 1299 زمانی که رضا شاه که اون موقع البته رضا خان میرپنج بود، اقدامات خود رو برای سرکوب نیروهای گریز از مرکز مثل اسماعیل آقا و شیخ از الحرکت میکرد، مقالات زیادی در دفاع از رضا شاه و رضا خان اون زمان نمیشه. منظور اینه که پیشه‌وری قبل از این ماجراها هیچ حرکتی علیه ایران نکرد، بلکه وفادارم بود. اما ایشون متاسفانه میدونی نقطه ضعف بود، آدم قدرت طلب و جاه طلبی بود. بله بله. و چون حزب توده اون راه نداده بود، یک اشتباه مجلس چهاردهم کرده بود، چون ایشون سابقه کمونیستی داشت ردش کردن اعتبارنامه‌شو، این مقدار به این ضربه روحی زد. به محض اینکه شوروی‌ها پیشنهاد کردن که رهبری جنبش به عهده بگیره قبول کرد. البته ظاهرن بعضی از مدارکی هم هست که تردید داشت که شوروی‌ها تا آخر بایستن یا نه. بعد از اینکه قبول کرد ایشون کارهای خودش شروع کرد. قبل از این ماجراها یک جمله از این آقای پیشه‌وری در دست گفت بود، هر کس حرف از اختلاف ترک و فارس بزنه خائنه. اما بعد از اینکه آمد رهبری این فرقه رو به عهده گرفت از طرف شوروی‌ها، مدام روی اختلافات ترک و فارس و مسائل قومی و این مسائل انگشت گذاشت. و جالب یه نکته بسیار مهمی که اخیرا تو اسناد شوروی کشف شده، آقای جمیل حسنلی که میدونیم این اسناد رو بعدا توی پروژه به اون بنیاد بودروویسون سنتر منتشر کردن، اونجا این نکته بسیار جالب اشاره میکنه که در اون مراحل آخر آقای پیشه‌وری پیشنهاد تجزیه ایران و اعلام استقلال آذربایجان رو میده که استالین قبول نمیکنه. این خیلی جالبه. ایشون میده که ایشون بله واقعا در پاسخ به سوال شما به سمت تجزیه ایران میرفت. این حرفایی که میزد ظاهری بود که ما تمامیت ارضی، این حرف آقای قاضی محمد در کردستان هم میزد، این حرکت ظاهر قضیه بود برای فریب مردم ایران. عملا اینا به سمت تجزیه پیش میرفتن و اگر که
فرصت به دست نمیده این کار رو میکردم. خب اجازه بدید یک کامنتی در فیسبوک نوشته شده در رابطه با برنامه امشب ما اتفاقا اینا خدمت شما عرض کنم، وقتی که ما اعلام کردیم که همچین برنامه داریم، عده زیادی از دوستان در روی فیسبوک به یک نوع مناظره درست دادن و بین خودشون یک مباحثی در مورد سالروز 21 آذر داشتن. بختیار لام، اینا نامه رو هم برای شما میخونم هم برای پروفسور ملکی در فنحوزه نظر هر دو رو جولیا میشم. بختیار لام مینویسد: همانطور که میدانید این واقعه ابعاد دیگری هم دارد که هموطنان آذری نسبت آن حساس هستند، از جمله کشتار گسترده‌ای که توسط ارتش ایران در آذربایجان رخ داد. به عنوان یک آذری از این موضوع اطلاع دارم که بسیاری از آذری‌ها به دلیل خدمات فرهنگی حکومت پیشوری، به ویژه در فراهم کردن امکان فراگیری زبان مادری، نسبت به آن دوران با دید مثبت می‌نگرند. گمان میکنم به کار بردن عنوان نجات آذربایجان از اصل بی‌طرفی در ژورنالیسم به دور بوده و به حق واکنش‌های هموطنان آذری را برخواهد انگیخت. اگر این برنامه به دنبال بازخوانی وقایع آن دوره با نگاهی بی‌طرفانه است، بهتر می‌بود از واژه نجات استفاده نمی‌شد. آقای احمدی، پاسخ شما دارید برای این دوست عزیز؟ بله، ببینیم چند نکته‌ای که کشتارهای آذربایجان بیم قضیه مسئله این بوده که به محض این که فرقه، یعنی رفت اتحاد شوروی رفت بیرون و پیشوری با 200 نفر از کادرهای بالای فرقه و خانوادهش رفتن به باکو و قضیه تمام شد، مردم آذربایجان در تبریز و مرند و خول و اردبیل، اینا اسنادش هست، خاطرات میرزا عبدالله مجتهدی منتشر شده و روز به روز وقایع رو نوشته، مردم آذربایجان هیچ اقبالی از این قضیه فرقه نکردن. اتفاقا میدونید یکی از نکاتی که باعث شد شوروی بره بیرون این ناامیدیش بود از این قضیه. 4 سال اینا تبلیغات سوسیالیستی کردن و تبلیغات قومی جنگ ترکیه فارس، مردم میهن‌پرست آذربایجان هیچ اقبالی نکردن. اینا برعکس برای حمایت از ایران و استقلالش کارهایی میکردن که حساسیت شوروی رو برانگیزه. مثلا فرض کنیم با شکوه تر برگزار کردن عید نوروز 13 به در، یا مثلا در مورد همین زبان فارسی میدونیم که فرقه کلن زبان فارسی رو ممنوع کرد، کتاب های فارسی ایران رو آتش زد و معلمان آذری رو تبعید میکرد که اگر به فارسی سر کلاس رو صحبت کنن اینا مدارکش موجود هست، خود آذربایجان ها اینا رو دادن. و مردم ایران یک رادیو بی بی سی ظاهرن برنامه فارسی داشت، اینا جمع میشدن دور میدون ساعت یک دکه روزنامه فروشی بوده که این برنامه رادیو بی بی سی فارسی رو پخش می‌کرده. مردم به تدریج جمع میشن اونجا تا جایی که شبانه نزدیک 2,000-3,000 نفر دور میدان ساعت و مناطق اطراف اینا بلندگو میذارن و میارن چای میخورن، نهار میخورن، شام میخورن که اخبار فارسی رو گوش بدن که ببینن تو کشور چی میگذره. و بعدا این دکه رو جمع کردن. ببینید قضیه کشتار که شد، به محض اینکه فرقه رفت بیرون، مردم آذربایجان خودشون قیام کردن، که البته توی یه موش میدونیم که غارتگر هم هستن، بالاخره خوب و بد مثل این قضایای عراق که میدونیم اون توی موزه رو غارتگر هم بعد از این مسائل سقوط صدام، این دو کشتاری که صورت گرفت، حالا در مورد تعدادش من میگم، اینا رو خود مردم آذربایجان انتقام گرفتن از طرفدارای فرقه. ارتش ایران وقتی که وارد آذربایجان شد اصلا اوضاع آرام شده بود، هیچ کشت و کشتاری صورت نگرفت توسط ارتش، بلکه فقط محاکمات شد، نظامی همون نظامی هایی که اشاره کردن خانم پروفسور ملکی، اونا رو به جرم خیانت بعدن اعدام کردن. بله. بعد در مورد این کشتار هم میدونن افسانه بافی زیاد کردن گروه های طرفدار فرقه، من خیلی جالب اینا رو بررسی کردم، یک جا بحث از میکنن که 3,000 نفر قتل عام شدن، تو یکی دیگه از نشریاتشون گفتن 25,000 نفر قتل عام شدن، تو یکی باز از این نشریات گفتن 60,000 نفر، بعد من این اواخر این آقای چهرگانی که آمد آمریکا توی مصادیق و 80,000 نفر، بالاخره آدم نمیفهمه چقدر توی قضیه کشته شدن. آقای فردوس توی کتابش میگه حدود 2,000 نفر و اکثر اینا هم همین خود مردم اینا را چیز کردن، بنابراین کشتاری به صورت نگرفته که ارتش بیاد، اینا همه در واقع تبلیغات و چیزایی که اجازه بدید نظر پروفسور ملکی هم جوجا بشین. خانم ملکی، در مورد این واژه نجات آذربایجان این دوست عزیز حساسیت نشان داده، آیا استفاده از واژه نجات به دور از اصل ژورنالیسم به نظر شما؟ اتفاقا واژه نجات بسیار واژه درستیه در رابطه با آذربایجان، به خاطر اینکه آذربایجان در واقع
توسط ارتش سرخ، ارتش شوروی از خاک ایران جدا شده بود. بله. یعنی در همون 24 آذر ماه که فرقه دموکرات حضرتون هستم اولین یعنی مجلس ملیش رو بعد به اصطلاح ملی رو برپا میکنه به ریاست علی شبستری و پیشوری رو نخست وزیر اعلام میکنه و حکومت ملی آذربایجان رو اعلام میکنه، شهره رو که تصرف کرده بودن همه توسط ارتش سرخ بود و نیروهای مسلحی که از اون طرف مرز به ایران آمده بودن، از شوروی به آذربایجان، شوروی به ایران آمده بودن. و حضورتون هستم که در ساعت این مهمه که ساعت تبریز رو با یک ساعت و نیم اختلاف به وقت مسکو با وقت مسکو تنظیم کرده بودن. ملاحظه میکنید؟ یعنی آذربایجان در واقع فرقه دموکرات همکاری مستقیم با ارتش سرخ داشت و توسط شوروی آذربایجان تجزیه شده بود. منتها پیش ولی و غلام یحیی دانشیان و اینها عواملی بودن که عوامل دولت شوروی بودن و آذربایجان رو تجزیه کرده دادن. بنابراین واژه نجات آذربایجان کاملا درست هست. اجازه بدید این نکته آخرم با پروفسور احمدی درمیان بذاریم. آقای احمدی، در کتاب خاطرات فردوس شما بهش اشاره کردیم توسط وزارت اطلاعات ایران چاپ شده که البته بسیاری از ناظران محتوای اونو تحریف شده و به دور از حقیقت میدونن. در رابطه با واقعیات پشت پرده حمله به آذربایجان در کتاب خاطرات فردوس ارتش بود چنین نوشته است: یک روز محمد رضا به من گفت که خوشبختانه این رئیس جمهور آمریکا ترومن خیلی محکم با روس‌ها صحبت کرده و احتمال خیلی زیادی هست که اگر روس‌ها پررویی نکنند واحدهایشان از ایران خارج شوند. مسئله آذربایجان چه خروج ارتش سرخ و چه حوادث بعدی و سقوط پیشه‌وری محمد رضا را به شدت مرعوب آمریکا کرده. آیا احمدی، فرصت بسیار اندکی داریم، شما نقش شاه رو در رویداد 23 آذر چگونه ارزیابی میکنید؟ ببینیم، من قبل از اینکه به این مسئله بپردازم یک نکته میخواستم در مورد اون کشتار بگم. اتفاقا یک نکته که بسیار بهش ازش غفلت شده واقعا جامعه روشنفکر ایران، فجایعی که خود سرقه در شهرهای آذربایجان انجام داد، در تبریز، زنجان، بسیار از شهرها کشت و کشتارهای وسیع اینا کردن مخالفان خودشونو. در اسناد استالین هم یکی از این نکاتی که اونجا اشاره شده، آقای جمیل حسنوی در کتاب خودش میگه از بین بردن مخالفان فرقه و اینا سیستماتیک در شهرهای میانه، زنجان و نقدوز بسیار جاها بسیار کشتن که اسم افراد آمده. در تبریز آقای میرزا عبدالله مجتهدی در خاطر میگه که 300 تا ژاندار منو یک جا اعدام کردن که مردم تبریز سوگواری میکردن مدتها عذاب داشته. و بسیار یک روحانی مثلا صرفا به خاطر که اعلام جهاد کرده بود به دارش دادن. در زنجان فجایع بسیار زیادی، غلام یحیی دانشیان اینا، کشتارهای عجیبی که هیچ کس به این اشاره نمی کنه و اون طرف. و این هم یکم این تفسیر واقعا جامعه روشنفکری ایرانه که به این مسائل ملی نمی پردازن، به مسائل تاریخی. در مورد قضیه نجات آذربایجان، ببینید یک نقطه بسیار سهمه بسیار مهمی که داشت در مورد قوام خانم پروفسور ملکی اشاره کردن، شما اشاره کردین که خیلی بزرگ نمایی شده، نقشی بسیار مهمی که ارتش ایران داشت. واقعا من یک نمونه برای شما بگم، آقای تیمسار حسن هاشمی، میدونین که ایشون آذربایجانی بود و داماد باقرخان سالار ملی، دوست سفتارخان بود. ایشون تو خاطرات خودش میگه وقتی این قضا پیش آمد، خانم من یعنی دختر باقرخان میاد بهش میگه ببین، تو اولین کسی هستی که باید باشی که وارد تبریز میشه برای نجات آذربایجان. اگر اولین کس نباشی طلاق منو همین جا امضا کن. ایشون هم که میزنش دوست داره میره به شاه میگه، میگه چمچه قضیه، شاه میگه تو فرمانده عملیات باش، بنابراین اون آرزوی زنش هم برآورده. یعنی مردم اینجوری نشون دادن. ارتش ایران بسیار خدمت کرد در قافلانکو و شاه که مؤثر بود چون فرمانده کل قوا بود، ارتشی ها به شاه خیلی اهمیت میدادن. تو نبرد قافلانکو میدونیم که خب تقریبا اونا پل رو خراب کردن، از بالا ارتش رو سرکوب میکردن با سلاحهای خودشون، فدایان فرقه بوده 20,000 بودن و تقریبا یک روحیه ناامیدی حاکم شده بود. و بعد میگن که شاه آمده بود اونجا با هواپیما حرکت داد، ارتش روحیه گرفت. در حال نقش زیادی داشت ارتش، خود شاه و خیلی از کسانی که مردم آذربایجان تو این قضیه بسیار مهم بود و
باید غیر از این که ما رو نخبگان مثل قوام تاکید میکنیم و زیاد اغراق شده، در مورد نقش مردم و به خصوص ارتش ایران و کسانی که مثل رزمارا و دیگران که قبل از این قضایا فداکاری های زیادی کردن تاکید بشه. سپاسگزارم از شما پروفسور حمید احمدی که امشب مهمان برنامه دو روز اول بودید از طریق تماس تلفنی در تهران.